بسم الله الرحمن الرحیم. با آموزش شبکه‌های بیسیم از مجموعه فرادرس در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه مبحث شبکه‌های بیسیم رو آغاز کنیم، خالی از لطف نیست که مبحثی به اسم محاسبات فراگیر یا پرویزیو کامپیوتینگ رو با هم دیگه بررسی کنیم. پرویزیو کامپیوتینگ یعنی پروسسینگ انیور اند انی تایم، پردازش در هر جا و در هر زمان، یعنی داشتن محیط هوشمندی که از دستگاه‌های با قابلیت‌های پردازشی و ارتباطی اشباع شدن و با زندگی انسان‌ها به طور مناسبی یکپارچه شدن. یکی از پروژه‌هایی که در راستای پرویزیو کامپیوتینگ انجام شده، پروژه اکسیژن از دانشگاه MIT بود، به این معنی که تکنولوژی باید مثل اکسیژن در زندگی انسان غیر قابل رویت بشه و ما اصلا اون رو نبینیم. یکی از اهدافی که پروژه اکسیژن دنبال میکنه اینه که تکنولوژی ها نیازهای انسان ها رو بشناسن و بتونن به اونها کمک کنند که بدون اینکه انسان ها بخوان درخواستی رو بدن، منتظر بمونن و زمانشون تلف بشه و کلی با مشکل روبرو بشن، این تکنولوژی های روز و ابزارها و وسایل اطراف اونها بتونن نیازهای انسان رو بشناسن و برطرف کنن. در پروژه اکسیژن ما یک سری ابزارهای محاسباتی داریم که بهشون گفته میشه Enviro21S یا Enviro21S یا E21S که پنهان شده embedded in our homes، توی خونه ما، توی دفتر کار ما، توی ماشین ما پنهان شده و دائم داره چک میکنه، دائم داره سنس میکنه و رفتارهای محیط رو دریافت میکنه، منتظره تا در مقابل رفتارهای ما یک ریسپانسی داشته باشه و بتونه کار ما رو جلو ببره، خیلی سریعتر کار ما انجام بشه. همچنین شامل یه سری ابزارهای دستی، یه سری دیوایس های دستی هست که بهش گفته میشه Handy21S یا Handy21S یا H21S که این قدرت رو به ما میده که بتونیم تبادل اطلاعات و محاسبات رو بدون توجه به اینکه ما در حال حاضر در کجا هستیم، یعنی به صورت سیار برای ما فراهم کنه. همچنین یه سری شبکه های داینامیک داریم که بهش میگن N21S که به ما کمک میکنه که بتونیم موقعیت همدیگه رو بهتر درک کنیم و با توجه به موقعیت همدیگه بتونیم به همدیگه سرویس بدیم، چه دستگاه‌های تکنولوژیکی ما، چه انسان‌ها به همدیگه. همچنین یک نرم افزار داریم که خودش رو تطبیق میده با محیط و نیازهای انسان‌ها که بهش میگن O2S که به ما کمک میکنه بتونیم نیازهای خودمون رو راحت‌تر تأمین کنیم. در کل هدف و رویکرد اساسی ما این هست که تکنولوژی انقدر برای ما طبیعی و آسون بشه که مثل حالتی که شیر آب رو باز میکنیم و برای ما آب میاد بیرون، از تکنولوژی هم بتونیم به این سادگی استفاده کنیم. الان اینجوری نیست. ما وقتی که به عنوان مثال میخواییم به اینترنت وصل بشیم، به ADSL وصل بشیم، یک سری کانفیگ هایی، یک سری تنظیم هایی، یک سری دردسرهایی رو برای ما داره. ما قبل از اینکه به محاسبات فراگیر برسیم، دو تا نسل رو پشت سر گذاشتیم، یکی دیستریبیوتد کامپیوتینگ و نسل بعدی موبایل کامپیوتینگ. در حالت دیستریبیوتد کامپیوتینگ و توزیع شده که در یک محیط شبکه‌ای اجرا میشه، سیستم قسمت‌های مختلف برنامه کاربر بدون اینکه خودمون متوجه بشه، میشه همزمان در چند کامپیوتر مجزا اجرا بشه و سپس نتایج نهایی به کامپیوتر اصلی کاربر برگرده. یکی از مزایای مهم سیستم‌های توزیع شده سرعت بالای اجرای برنامه هاست. چرا؟ چون برنامه میتونه همزمان از چندین کامپیوتر برای اجرا شدنش استفاده کنه. و مباحث مفصلی که در مورد سیستم‌های توزیع شده مطرح میشه. ریموت کامیونیکیشن یا تبادل اطلاعات از راه دور، فالت تولرنس یا تحمل خطا، دسترس پذیری بالا، دسترسی به اطلاعات از راه دور و امنیت سکیوریتی از جمله ویژگی های سیستم های
توضیح شده است که نیاز به بحث جداگانه و مفصلی داره. نسل بعدی موبایل کمپیوتینگ بود. با اضافه شدن حرکت و نیاز به حرکت کاربرها همزمان با کوچک شدن دستگاه‌ها، مبحث موبایل کمپیوتینگ به وجود اومد. در از ظهور لپتاپ‌هایی که بهش میگفتن لپتاپ‌های فول فانکشن و لن‌های بی سیم در اوایل سال 1990، محققان رو به این فکر واداشت که بیان و یک سیستم توزیع شده با کلاینت های سیار بسازن، که این باعث شد فیلد موبایل کمپیوتینگ به وجود بیاد. خب وقتی بحث موبایل کمپیوتینگ به وجود میاد، یک سری چالش هایی رو هم برای ما به وجود میاره، مثل Unpredictable Variation in Network Quality، این تغییراتی که توی کیفیت شبکه در موبایل کمپیوتینگ هست بسیار غیر قابل پیش بینی یا unpredictable هستش. همچنین بحث امنیتی هم اینجا مطرحه که خب مسلماً در موبایل کمپیوتینگ ما چالش‌های امنیتی بالاتری داریم. همچنین محدودیت منابع محلی که وابسته است به وزن و سایز اون دیوایس ما برای ما مشکلاتی رو به وجود میاره. همچنین نگرانی دیگه ای که وجود داره بحث مصرف انرژی و باتری هستش. پس اینها چهار تا محدودیت خاص بودن که سیار بودن برای ما به وجود می آورد. همچنین ورود مبحث موبایل کامپیوتینگ باعث شد که یک سری فیلد های برای تحقیقات به وجود بیاد، مثل موبایل نتورکینگ یا استفاده از موبایل آی پی، موبایل انفورمیشن اکسس، تکنیک های ذخیره انرژی سطح سیستم مثل سیستم های آگاه از انرژی یا سیستم های زمانبند سرعت متغیر پردازنده، همچنین لوکیشن سنسیویتی که بحث لوکیشن اویر سیستم بیهیویر رو به وجود آورد، یا سیستم های آگاه از موقعیت که بنا به اون موقعیت متفاوت رفتارهای گوناگونی رو از خودش نمایش بده. به هر حال حرکت جزو جدا نشدنی زندگی هر روز ما شده و حتما تکنولوژی پرویزیو کمپیوتینگ باید موبیلیتی رو و حرکت رو پشتیبانی کنه. پرویزیو کمپیوتینگ یا محاسبات فراگیر 4 تا محور اصلی داره که اینها حتما باید داخل یک سیستمی که اسمش سیستم پردازش فراگیر هست رعایت بشه. اسمارت اسپیس یعنی محیطی که اشباع شده از دستگاه‌های هوشمند، که این کم کم تبدیل شد به مبحث IoT و اینترنت اشیا، یعنی هر چیزی که دور و بر ما قرار داره باید هوشمند باشه، هر وسیله‌ای که دور و بر ما قرار داره کاملا هوشمنده و اینا با هم دیگه هماهنگن. حالا اینجا محیط ما میتونه برای ما محدودیت ایجاد کنه. محیط ما میتونه یه محیط باز باشه یا یه محیط سربسته باشه، مثل یه اتاق کنفرانس. در هر صورت ما باید این محدودیت رو قبول کنیم و اون رو بپذیریم که محیط ما ممکنه محیط متفاوتی باشه. ما به وسیله جاسازی و پنهان کردن ابزارهای هوشمند خودمون داخل ساختمان میتونیم دو تا دنیای متفاوت رو که تا به حال از همدیگه جدا بودن رو به همدیگه متصل کنیم و اینها رو با همدیگه آداپته و هماهنگ بکنیم. بحث بعدی بحث اینویزیبیلیتی یا پنهان بودن هست. هدف از این رویکرد این هست که این هوشمندسازی ما و این محاسبات فراگیر باعث حداقل حواس پرتی کاربرا بشه و اونها کارشون مختل نشه. بحث بعدی بحث لوکالایز اسکیلیبیلیتی هست، مقیاس پذیری محلی. به علت اینکه مثلا یه شبکه مثل شبکه موبایل ممکنه که کاربرانش از یک مقدار کم شروع بشه تا یک مقدار خیلی بزرگ، ما وقتی بحث اسکیلیبیلیتی رو مطرح میکنیم، یعنی یک برنامه نوشتیم، یعنی یک کاری انجام دادیم که توی ابعاد کوچیک داره جواب میده، این باید برود توی ابعاد بزرگتر، توی یک جمعیت بالاتر، جامعه آماری بالاتر هم جوابگو باشه. توی پرویزیو کامپیوتینگ ما ترجیح میدیم این اسکیلیبیلیتی اون به صورت محلی باشه، یعنی کسایی که دارن از ابزارها استفاده میکنن اولویت بالاتری برای ما داشته باشن. قبل از اینکه این بحث
پرویسیو کامپیوتینگ مطرح بشه، خب مثلا ما توی وب سرور ها یا فایل سرور ها برای اون اصلا اهمیتی نداشت که کلاینت ما نزدیک ما، همین بغل ما، توی کشور دیگه قرار داره. اما توی پرویسیو کامپیوتینگ ما شرایط متفاوتی رو داریم و یک محیط هوشمند سمارت سپیس دائم در حال رشد، در حال خبره شدنه و دائما داره تعداد تعاملاتش بین کاربر و اطراف خودش رو به افزایش میره. به همین علت ما نیاز به localized scalability یا مقیاس پذیری محلی داریم. بحث بعدی بحث masking uneven condition یا پوشش شرایط نامطلوب هستش. اینجا به این نکته اشاره میکنه که اون نرخ نفوذ پردازش فراگیر، تکنولوژی پردازش فراگیر به خیلی فاکتورهای غیر حرفه‌ای و غیر تکنیکی بستگی داره، مثل مدل‌های تجاری و بیزینس یا ساختار یک سازمان، که این ممکنه کار ما رو مقداری دشوار کنه برای انجام عملیات‌های لازم برای پیاده سازی اون پرویزی کامپیوتینگ داخل یک مجموعه. همچنین تفاوت محیط ها با هم دیگه چالش دیگه ماست. به عنوان مثال یک اتاق کنفرانس با یک کلاس درس یا یک دفتر آفیس ممکنه یک تفاوت هایی بین مکان های دیگه داشته باشه. ممکنه که در سطح هوشمندسازی اینها لول های مختلفی رو ما نیاز داشته باشیم. خب این موضوع که چه لولی رو در چه جایی و مکانی نیاز داریم و سطح هوشمندسازی برای ما یک چالش محسوب میشه. بحث بعدی توی پوشش شرایط نامطلوب این هست که به عنوان مثال سیستم پردازش فراگیر پرویسیو کامپیوتینگ که داره از وایرلس استفاده میکنه، اگه روزی برسه که این وایرلسش قطع بشه، باید بتونه این کمبود رو جبران کنه، باید کاوریج وایرلس خودش رو توی محیط به نحوی جبران کنه که کارش مختل نشه. یه مثال میخوایم بزنیم از پردازش فراگیر. این آقای جین توی گیت 23 در فرودگاه قرار داره و منتظر هست برای پرواز و خیلی از داکیومنت هاش رو اومده ادیت کرده و دوست داره که اونها رو از طریق کانکشن وایرلس ایمیل کنه. اما بدبختانه پهنای باند نامناسبی داره داخل فرودگاه، چرا که خیلی از مسافرات توی گیت 22 و 23 دارن وبگردی میکنن. حالا ما یک سیستم هوشمند پردازش فراگیر داریم به اسم آورا که داره میبینه بند وایس مناسبی جین نداره برای که کارش رو تموم کنه و داکیومنت هاش رو قبل از اینکه پرواز محل رو ترک کنه بفرسته. آورا میاد و یک سری محاسباتی انجام میده و میبینه که توی گیت 15 پهنای باند مناسبه. بنابراین یه دایلوگ باکس توی به عنوان مثال کامپیوتر جین باز میکنه و بهش پیشنهاد میده که بره توی گیت 15 که فقط 3 دقیقه از اون فاصله داره و همچنین بهش پیشنهاد میده که اولویتش رو بذاره روی ارسال ایمیل. بنابراین جین هم میاد و خودش رو به گیت 15 میرسونه و خودش رو مشغول میکنه به تماشای تلویزیون تا زمانی که آورا بهش بگه که ایمیل ها داره ارسال میشه، پیغام ها داره ارسال میشه و میتونه که اون برگرده دوباره به گیت مورد نظر خودش. آخرین پیغامش هم همچنان که داره میره به سمت گیت مورد نظر ارسال میشه و برمیگرده به گیت 23 و به موقع به پروازش میرسه. محاسبات فراگیر نیازمند همکاری بین رشته‌ای هست، سخت افزار، شبکه، هوش مصنوعی و نرم افزار. تمام اینها باید کنار همدیگه استفاده بشه تا ما بتونیم از یک سیستم محاسبات فراگیر مفید و پرکاربرد استفاده کنیم. خب به انتهای جلسه اول میرسیم. خیلی ممنون و امیدوارم که موفق باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت دیگه ای از آموزش شبکه های بی سیم با مجموعه فرادرس با ما همراه باشید. اگر خاطرتون باشه در گذشته دستگاه های موبایل دیوایسز
به شکل کنونی انقدر سبک، انقدر پر از کارایی و دارای قابلیت حمل و نقل راحت نبودن. توی این شکل ما نسل‌های متفاوتی از تلفن‌های موبایل رو با همدیگه شاهد هستیم که تفاوتش رو می‌بینید در ابعاد و در شکل اونها که در گذر زمان چه تفاوت‌هایی به وجود اومده. حالا اینکه این موبایل دیوایس از این شکل اومده به این شکل قرار گرفته، یه سری محدودیت‌هایی رو هم به عنوان مثال توی طراحی سخت افزار برای طراحان سخت افزار و اون دیوایس ایجاد کرده، یه سری چالش هایی رو ایجاد کرده که ما اون رو با هم دیگه بررسی میکنیم. از جمله تأثیرات قابلیت حمل و نقل دستگاه ها بحث پاور این دستگاه ها بود. وقتی که یک دستگاهی خیلی قابلیت حمل و نقل پیدا کرد، ما باید سخت افزارهای اون رو هم جوری طراحی کنیم که بحث مصرف پاور و مصرف انرژی اون کاربر رو خیلی اذیت نکنه و بتونه مدت زمان بیشتری اون دستگاه رو با خودش حمل و نقل کنه. پس ما یه جورایی میشه گفت که limited computing power، یعنی قدرت پردازشیمون تا یه حدی میتونه افزایش پیدا کنه. قدرت پردازشی CPUی که داخل دستگاه هست تا یه حدی میتونه افزایش پیدا کنه. بحث مصرف انرژی CPU دستگاه برمیگرده به خازن‌هایی که داخل این CPU قرار گرفته که این رو به وسیله مجتمع سازی میتونیم کاهش بدیم. بحث منبع تأمین ولتاژ هست که تا یک حد خاصی میتونه کاهش پیدا کنه و محدود بشه، و بحث فرکانس کلاک هست که این رو هم میشه به طور موقتی کاهش داد. بحث بعدی بحث از دست دادن اطلاعات هست. وقتی که دستگاه‌ها قابلیت حمل و نقل پیدا می‌کنن، خطرات بیشتری رو اون دستگاه مطمئناً پیش روی خودش می‌بینه، چون هرچی که یک دستگاه کوچک‌تر باشه، به عنوان مثال احتمال اینکه اون دستگاه از دست کسی بیفته یا اینکه اون دستگاه مورد سرقت قرار بگیره به وجود میاد. بحث بعدی بحث limited user interfaces هست، محدودیت user interface. خب هرچقدر که قابلیت حمل و نقل دستگاه ها بالاتر رفت، مسلمه ما ترجیح میدیم که صفحه نمایش ما هم صفحه نمایش کوچکتری باشه که این کوچکتر شدن باعث حمل و نقل راحتتر اون دستگاه شده. و بحث آخرم بحث limited memory است. هرچه دستگاه های ما کوچکتر شد، ما توی مبحث حافظه و مموری، حافظه و مموری محدودتری رو داشتیم توی دستگاه های موبایل، که البته خب پیشرفت هایی توی زمینه حافظه و مموری مسلما پیش میاد و پیش اومده که این محدودیت رو برای ما کمرنگ کرده. اگر که بخوایم یک مقایسه بین شبکه های بی سیم و شبکه های سیمی بکنیم، میتونیم بگیم توی شبکه های بی سیم higher loss rates due to interference restrictive regulations of frequencies، به علت اون تداخلی که بین فرکانس ها ممکنه رخ بده، ما ممکنه که نرخ از دست دادن دادمون بیشتر باشه. ما توی هر فرکانسی نمیتونیم داده خودمون رو ارسال کنیم، توی فرکانس ها ما محدودیت داریم و تابع یک سری قوانینی هستیم توی استفاده از فرکانس ها. همچنین ما توی شبکه‌های بی سیم هایر دیلیز، تأخیر بالاتری داریم که منجر به جیتر بالاتر هم میشه. بحث جیتر بحث تأخیرهایی هست که زمانش مشخص نیست. فاصله بین تأخیرها وقتی که نامشخصه، اینجا بحث جیتر پیش میاد. تأخیرهایی که قابل پیش بینی نیستن، در چه زمانهایی پیش میاد. همچنین بحث سکیوریتی که اینجا خیلی اهمیت داره، توی شبکه های بی سیم مطمئنن ما lower security، امنیت پایین تری داریم. احتمال حمله به شبکه های بی سیم بسیار بالاتره، چرا که ما داریم از یک رسانه شیر و یک رسانه اشتراکی استفاده میکنیم و این فرکانس های رادیویی برای هر کسی قابل دسترسه. همچنین بیس استیشن ما میتونه شبیه سازی بشه و یک سری حملاتی بیاد و انجام بشه. خب یه تاریخچه ای از شبکه‌های بی سیم اگر که بخوایم داشته باشیم، در گذشته مردم بیشتر از نور
برای تبادل داده استفاده میکردن، برای ارتباط استفاده میکردن. در سال 1794 کلود چاپ فرانسوی تلگراف نوری رو اختراع کرد که این تلگراف نوری شامل یه سری زنجیری از برج‌های نوری با بازوی علامت دهنده متحرک بود که اپراتورها به صورت دستی پیغام‌ها رو از یک برج به برج دیگه ارسال می‌کردن که تو این شکل رو مشاهده می‌کنید. در سال 1831 فاراده قانون الغای الکترومغناطیس رو معرفی کرد و در سال 1864 توسط ماکسول نظریه الکترومغناطیس پدید اومد. در سال 1888 آزمایش‌هایی برای اثبات وجود امواج الکترومغناطیس که تئوری اون قبلا توسط ماکسول معرفی شده بود انجام شد. در سال 1895 اختراع تلگراف بی سیم برای ارتباط موج بلند انجام شد. در سال 1906 اولین پخش رادیویی انجام شد و یک وایس و صدایی برای کریسمس پخش شد. در سال 1907 بیس استیشن های خیلی بزرگ به وجود اومدند که دو قسمت مختلف از اقیانوس آتلانتیک رو به هم دیگه متصل می‌کردن. در سال 1915 بین نیویورک و سان فرانسیسکو یک انتقال صدای بی سیم انجام شد. در سال 1920 موج کوتاه توسط مارکونی کشف شد. موج‌های کوتاه یک ویژگی که داشتن این بود که برخورد می‌کردن با یک لایه به اسم اینوسفر و الان دیگه این امکان وجود داشت که به وسیله موج‌های کوتاه رادیویی و برخورد اونها با اینوسفر بتونیم تبادل داده داشته باشیم. در سال 1927 اولین رادیوی ماشین به صورت تجاری در دسترس بود. در سال 1928 پخش تلویزیونی به وجود آمد، تلویزیون رنگی. در سال 1933 اختراع مدولاسیون فرکانس به وسیله آرمسترانگ انجام شد. در سال 1958 شبکه اینت در آلمان به وجود اومد که داده ها رو به صورت آنالوگ ارسال می کرد و در سال 1971 به 11,000 مشتری این شبکه رسید. در سال 1972 بینت به وجود اومد که داده ها رو به صورت آنالوگ ارسال می کرد باز هم و در سال 1979 NMT با فرکانس 450 مگاهرتز کشورهای اسکاندیناوی رو به همدیگه متصل کرد. در سال 1982 GSM که از سرواژه‌های Global System for Mobile Communication گرفته شده توسط سازمان استانداردسازی اروپا به وجود اومده است. این یک استاندارد جدیدی بود برای ارتباطات سیار در باند 1900. استاندارد CT1 در سال 1984 به وجود اومد و در سال 1986 سینت در آلمان کار خودش رو شروع کرد. در سال 1991 استاندارد DECT یا Digital European Cordless Telephone برای ارتباطات تلفنی دیجیتال به وجود اومد. 1900 مگاهرتز فرکانس ارسال داده اون بود و در 110 کشور استفاده می شد. 1992 آغاز به کار GSM بود. همونطور که ملاحظه فرمودید توی سال 1982 شروع کردن به استانداردسازی این و تبیین این و برنامه‌ریزی برای این و در سال 1992 کار GSM آغاز شد با 900 مگاهرتز و 124 کانال فول دوپلکس. در سال 1996 هایپرلند یا های پرفورمنس رادیو لوکال ایریا نتورک به وجود اومد. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید با تغییر نسل‌ها این فرکانس ها داره افزایش پیدا میکنه، اینجا رسیده به 5.15 تا 5.30 گیگاهرتز. در سال 1997 وایرلس لن یا IEEE 811 استانداردش تبیین شده. در مورد هایپر لن با هم دیگه صحبت کردیم که از کلمه های های پرفورمنس لوکال ایریا نتورک گرفته شده. استانداردیه که این هایپر لن به نودهای ما قابلیت موبیلیتی و سپورت شبکه های ادهاک و توپولوژی های اونها رو میده. در سال 1998 سعی کردن برای GSM بیان و یک جانشین انتخاب کنن، Universal Mobile Telecommunication System، و با
با استاندارد IMT 2000 کار خودش را آغاز کرد. ماهواره ایریدیوم توی سال 1998 66 ماهواره رو به هوا فرستاد که 700 کیلومتر چرخش دور زمین داشتن با 62 میلیون دلار هزینه و 700 کیلوگرم وزن این ماهواره به هوا فرستاده شد و از معماری GSM پشتیبانی میکرد و 12 گیتوی رو در دور دنیا دارا بود. در سال 1999 استانداردهای اضافی برای شبکه‌های لن وایرلس به وجود اومد. بلوتوث و IEEE استاندارد 802.11b و وایرلس اپلیکیشن پروتکل یا WAP. توی سال 2000 دیتا ریت GSM رو بالاتر بردن و از GPRS استفاده شد. در سال 2001 استارت سرویس 3G یا 3 جنریشن نسل سوم انجام شد با نرخ‌های داده بالاتری که مشاهده می‌فرمایید. 802.11g IEEE 802.11g سال 2003 به وجود اومد. استانداردش با دیتا ریت 1.54 مگابیت پر سکند و در سال 2009 IEEE 802.11n که تا 150 مگابیت پر سکند دیتا ریت داشت برای ما مورد استفاده قرار گرفت. سال 2010 4G نسل 4 و LTE و سال 2013 IEEE 802.11ac از مدولاسیون OFDM استفاده شد. در سال 2014 نسل 4.5 و همکنون هم در حال تلاش برای استفاده از 5G در دنیا هستیم. خیلی ممنون از توجهتون به این قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام با قسمت دیگه ای از آموزش شبکه های بی سیم از مجموعه فرادرس با ما همراه باشید. توی این قسمت میخواییم به یک سری مسائل پایه‌ای بپردازیم که قبل از اینکه بتونیم ما مفهوم شبکه های بی سیم و کاربرد های اون رو درک کنیم نیاز داریم که به این پیش نیاز ها واقف باشیم. میخواییم در مورد فرکانس ها صحبت کنیم، سیگنال ها، آنتن ها و انتشار سیگنال. ابتدا در مورد مفهوم فرکانس با هم دیگه صحبت میکنیم. Frequency is the rate of change with respect to time. Frequency, frequency, rate, چه چیزی هست؟ نرخ تغییرات نسبت به زمان هست. Change over a long span of time means low frequency. جمله اول به این معنی هست که تغییرات در یک فاصله طولانی وقتی اتفاق میفته ما میگیم اصطلاحاً low frequency یا فرکانس پایین داریم. اما وقتی که تغییرات خیلی سریع و در زمانهای کوتاه، فاصله‌های کوتاه اتفاق میفته ما اصطلاحاً میگیم high frequency یا فرکانس بالا داریم. پس با دو مفهوم فرکانس بالا و فرکانس پایین و همچنین مفهوم فرکانس آشنا شدیم. فرکانس و دوره تنابو معکوس همدیگه هستن. F مساوی با 1 دیوم یا T مساوی با 1 Fم. توی این شکل میخواد چه مفهومی رو به ما بگه؟ دو تا سیگنال داریم با امپلیتود دامنه یکسان و فاز یکسان، اما فرکانس های متفاوت. این دو شکل رو مشاهده بفرمایید. شکل A یک سیگنال هست با فرکانس 12 هرتز. وقتی میگیم فرکانس 12 هرتز هست یعنی 12 تا دوره تناوب داره در یک ثانیه اتفاق میفته. دوره تناوب چیه اینجا؟ ببینید یک دوره کامل رو اینجا میبینید. دو تا قسمت قرمز رنگ یک دوره کامل هست. یک دوره تناوب کامل هست. گفته این دو شکل دامنه شون یکسانه. از این قسمت قله میایم به این سمت. ببینید این دامنه ماکسیموم. این هم همینطور شکل پایینی که یک سیگنال هست با فرکانس 6 هرتز از این قسمت میای به این صورت. دامنه اینها با هم یکسان هست. فازشون هم با هم یکسان هست. یعنی همه اینجا از صفر شروع شدن به این ترتیب. میبینید این هم از صفر شروع شده، این هم از صفر شروع شده. اما فرکانس های متفاوتی دارن. یعنی چی؟ یعنی که شکل پایینی توی یک ثانیه 6 تا پریود داره، پس فرکانسش پایین تره. به اسلاید قبلی توجه کنید.
این شکل پایینی تغییرات داره توش دیرتر اتفاق میفته، پس فرکانسش لاوه، فرکانسش پایینه. اما شکل بالایی خیلی سریع داره اتفاق میفته این تغییرات، پس فرکانسش بالاه. پس به دامنه فاز و فرکانس توی این شکل توجه بفرمایید. خب طول موج و دوره تناوب هم با هم دیگه رابطه دارن. Relationship between frequency F wavelength lambda. رابطه بین فرکانس F و طول موج لاندا برابر با این فرمول هست. لاندا مساوی با C تقسیم بر F، که C چیه؟ Speed of light، سرعت نور هست. میرسیم به مفهوم Spectrum Allocation. توی این شکل داریم باندهای فرکانسی متفاوت رو مشاهده می‌فرمایید. هر باند فرکانسی برای خودش مزایا و معایب مختلفی داره. شکلی که اینجا مشاهده می‌کنید اون بازه‌های فرکانسی رو نشون میده که ما میتونیم برای انتقال اطلاعات از اونها استفاده کنیم. از 300 هرتز شروع میشه، میره تا 300 تراهرتز. برای شبکه‌های سیمی سنتی فرکانس‌ها حد اکثر میرسن به چند صد کیلوهرتز و معمولا ما با کابل‌های تویستد پیر از اونها استفاده می‌کنیم و فرکانس‌هایی که چند صد مگاهرتز هستن رو ما با کابل های کوآکسیال میایم و استفاده میکنیم. حالا از فیبر نوری کجا استفاده میکنیم؟ برای رنج های چند صد تراهرتز از فیبر نوری یا فیبر اپتیکس استفاده میکنیم. حالا به این قسمت توجه کنید. یه سری اصطلاحاتی میبینیم مثل VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF و EHF. انتقال های رادیویی معمولا از چندین کیلوهرتز شروع میشن. این قسمت VLF یعنی Very Low Frequency. اینجا میبینید من اینا رو یادداشت کردم. Very Low Frequency، فرکانس خیلی پایین. Low Frequency، فرکانس پایین. Medium Frequency، فرکانس متوسط. High Frequency، فرکانس بالا. Very High Frequency، فرکانس خیلی بالا. Ultra High Frequency، Super High Frequency، Extra High Frequency یا Ultra Violet Light یا نور فرابنفش. به عنوان مثال وقتی ما میگیم LF Low Frequency، ما اینجا طول موج خیلی بلندی داریم. درسته فرکانسمون پایینه اما طول موجمون خیلی بلنده. اگر من این شکل رو بیارم، هرچی داریم از سمت چپ میریم به سمت راست، این تغییرات داره سریعتر اتفاق میفته و فرکانس ما فرکانس بالاتری میشه، اما طول موجمون داره کوتاه میشه. یه جایی ما نیاز داریم که از این طول موج بلند استفاده کنیم، یه جایی نیاز داریم از فرکانس خیلی بالا استفاده کنیم. کجا مثلا از این LF استفاده میکنیم؟ به عنوان مثال کجا از VLF استفاده میکنیم؟ Underwater، زیر آب یا توی زیر دریایی ما از VLF استفاده میکنیم. چرا؟ چون توانایی این رو دارن که از آب عبور کنن، داخل آب حرکت کنن، پس ما از این قسمت طبیعت میایم و استفاده میکنیم. یا به عنوان مثال از VHF و UHF، از رنج های VHF و UHF استفاده میکنیم. چرا؟ چون میخوایم ارتباطات ریلایبل و قابل اطمینان و قابل اعتمادی داشته باشیم. چرا که این رنج ها دیگه زیاد اون تغییرات آب و هوا روشون اثر نداره، شرایط آب و هوایی روشون اثر نداره. یا اینکه ما از این رنج ها برای آنتن‌های ماشین‌ها، آنتن‌های کوچیک ماشین‌ها میایم و استفاده می‌کنیم. یا به عنوان مثال از SHF و رنج‌های بالاتر برای ارتباطات مستقیم و ارتباطات ماهواره‌ای میایم و استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون این رنج به ما پهنای باند خیلی بالایی رو میده. SHF یا Super High Frequencies. به عنوان مثال SHF رو ما میتونیم توسط لینک های مستقیم مایکروویو تا 2 گیگاهرتز استفاده کنیم. هرچی که ما داریم بریم سمت بالاتر، به عنوان مثال EHF، داریم نزدیکتر میشیم به سمت اینفرارد. اینجا اشاره کرده که بعضی از سیستم ها پلان آپ تو EHF، یعنی برنامه‌ریزی کردن که برن سمت EHF. توی وایلس لند هم ما از بازهای فرکانسی UHF و SHF استفاده میکنیم. اما یه سری محدودیت هایی داریم، مثل محدودیت های آب و هوا که باعث سیگنال لاس میشه و ما سیگنالمون رو از دست میدیم
و اون آب و مولکول‌های اکسیژن و هوا برای ما محدودیت ایجاد می‌کنن توی این قسمت. میرسیم به این قسمت. ببینید یه مفهوم داریم به اسم regulations. فرکانس‌های رادیویی خیلی منابع کمیابی هستن و هر چیزی که توی دنیا به هر حال کمیابه و مهمه، ممکنه که سرش یه سری بحثایی پیش بیاد، یه سری مسائلی پیش بیاد و کشورها سر اون با هم دیگه درگیری‌ها و مشکلاتی رو به وجود بیارن. برای اینکه این اتفاق نیفته، مکانی در دنیا ایجاد شده به اسم ITU یا International Telecommunications Union که توی ژنو هست و وظیفش اینه که فعالیت‌های ارتباطی، حالا چه با سیم چه بی سیم، رو بیاد جهت‌دهی کنه و قوانینی ایجاد کنه و باعث عدم ایجاد درگیری و کنترل اوضاع بشه و قانوندار کردن استفاده از این منبع کمیاب بشه، که حالا این ITU یه زیرمجموعه‌ای از سازمان ملل هم هست. اینجا نوشته شده ITU-R که قسمت ITU‌ش رو اشاره کردیم International Telecommunications and Telecommunications Union هست و قسمت R اضافه شده Radio Communication Sector که استانداردهای قسمت وایرلس رو هندل میکنه و مدیریت میکنه و فرکانسی پلانینگ رو هم که در موردش بعداً توضیح میدیم میاد و مدیریت میکنه، که خب اصطلاحا به این قسمت CCIR هم گفته میشه، Consultative Committee for International Radio Communication. ITU-R اومده دنیا رو به سه قسمت و ناحیه تقسیم کرده. رژیون وان یا قسمت وان رو گفته Covers Europe، گفته اروپا، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی، و حالا اصطلاحا میگفتن سوویت آنین یا کشورهای جماهیر اتحاد جماهیر شوروی. رژیون دو یا منطقه دو آمریکای شمالی و جنوبی و مناطق گرینلند. منطقه سه قسمت نیوزلند و استرالیا. حالا یه سری آژانس هایی هم برای اینا تشکیل شده، مثلا فدرال کمیونیکیشنز کمیژن یا FCC توی آمریکا هست، یا توی اروپا هم داریم CEPT یا ETSI European Telecommunications Standards Institute. خب از این مسائل بگذریم، اینجا اشاره شده به WRC یا World Radio Conferences که تخصیص فرکانس رو برای این سه منطقه که خدمتتون عرض کردیم توسط این ارگانیزیشن میاد و انجام میشه. تو این شکل میبینید که جدولی هست. تو این جدول میبینید که فرکانس های آنالوگ یا دیجیتال برای تلفن های موبایل، وایرلس لن و بقیه RFA یا سیستم های رادیو فرکانسی برای کشورهای مختلف در سه قسمت نمایش داده شده. به عنوان مثال کشور ژاپن این رنج های فرکانسی رو دریافت کرده در قسمت تلفن های سلولی، یا کشور آمریکا این رنج ها رو دریافت کرده و اروپا این رنج ها رو اومده و دریافت کرده، مثل CDMA و TDMA و GSM که اگر فرصت بشه در قسمت‌های آینده در مورد اونها مفصلاً بحث خواهیم کرد. خب می‌خوایم در مورد سیگنال صحبت کنیم. سیگنال چیه؟ Physical Representation of Data، نمایش فیزیکی یک داده رو بهش میگن سیگنال. کاربران یک سیستم تبادل اطلاعات میتونن به وسیله ارسال سیگنال ها با هم داده های خودشون رو تبادل کنن. لایه یک مدل OSI این وظیفه کانورژن دیتا رو بر عهده داره. ما یک مفهومی داریم به اسم سیگنال های پریودیک که یه مدلش موج های سینوسی هستش که از اونها به عنوان کریر یا حامل استفاده میکنیم، که این موج سینوسی حالا یه همچین فرمولی داره ST مساوی با IT سینوس 2PFT به علاوه فیتی، که پارامترهای مختلفی تو این فرمول وجود داره که پریودتی هست، فرکانس FT مساوی با 1 تیوم، دامنه AT این قسمت و فیز شیفت فیتی که تغییر فاز رو نمایش میده. اینجا هم میبینید که اینجا توی شکل محور Y دامنه هست A هست و محور X محور زمان هست. از اصطلاحاً میگن Time Domain Representation of a Signal، نمایش زمان دامنه یک سیگنال رو اینجا مشاهده می فرمایید.
که این ST گفته change over time، در طول زمان تغییر میکنه، مثل این شکلی که دو تا رنگ متفاوت هست، این رنگ صورتی و رنگ خاکستری، که این سیگنال دومی در طول زمان تغییر کرده، با اینکه دامنش همچنان یکسانه اما الان خیلی از پارامترهاش تغییر کرده و دیگه اون فاز قبلی رو به عنوان مثال نداره. خب توی این شکل گفته دو تا سیگنال داریم با سیم فیز، فاز یکسان و فرکانس یکسان، اما دیفرنت امپلیتودز، دامنه های متفاوت. ببینید اگر از این قسمت قله محور ایگرگ که دامنه هست بکشم به سمتش، این رو هم بکشم به سمتش، به عنوان مثال این میشه عدد 2 و این میشه عدد 5. پس دامنه این بالاتر از دامنه اینه، هرچی داره میره به سمت بالا این عدد داره افزایش پیدا میکنه. گفته A signal with high peak amplitude، با دامنه پیک بالا. B گفته signal with low peak amplitude، سیگنالی با دامنه پیک پایین، که این پیک منظور این قله هست و حداکثر دامنه هست که اینجا نمایش داده شده.